بایی لیث ابن قیس کمی جهاد شروع کرد، از شاشهید پاچایی جا رسید که به وجود سر بیتن آمد، سر وجود افتید که تنیش جنگ کده ایج آمد. در ایجا که آمد یک زن بودایی دا دیدش، گفتین سر بیتنه جنگ میکنه، امیجا یفتید. با تا عبدالرحمن صاحب ابن عشا از غزنی آمد، لیث ابن قیس پیدا کرد، امیجا دفنش کرد. با عبدالرحمن صاحب هم به شهادت که رسید، با عبدالرحمن صاحب امیجا بودن دفن کردن. ایجا دو دانه هستک، این باش به نام چی خاطر شد شمشیر من که دو شمشیر جنگ کرده، دی اسلام ایجا آورده است، دین اسلام ایجا چی کرد، به اسلام مردم دعوت کرد. ایوت پمونه ته ور دره دی گه ته پوهش چې ویزن لایې پمون ته دی ګور یان گه چې مون نن بیرته دی گه مون د چی شول دی ول چې مون لار چې هغه بس هغه هغه چې لګې دی دی الته لار چې الته وای چې کرو بیا به وای کته راش الحمدلله شکر خیر اوسه دخل دی اوسه خیر اوسه څنګه راله کابل ته کوم ولایت نه راغله است تاسو ولا ورور بسم الله الرحمن الرحیم زه راغلم ورور لغمان شریم راغلم ولسوالی لنګار دا او دره کلمن وای غره لکه ډیر خسته زیاده ماشاءالله هم ډیر خسته زیاده او چې ما دا زړه کې ډیر زما ارمان پاتې دا چې کابل کنه خسته خسته زونه ما دا لیدل نو رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان گرامی، امید که در هر جایی که هستین صحت و سلامت و سرحال باشید. و ما آمدیم امروز به مسجد شاه دوشمشیره یا در ساحه شاه دوشمشیره شهر کابل تا همراه هموطنهای ما در اینجا صحبت های داشته باشیم و افسانه و یا تاریخ این ساحه شاه دوشمشیره را بپرسیم که اینجا را چرا به نام شاه دوشمشیره یاد میکنه. با ما باشید تا پایان این برنامه. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر بنده. صحت شما خوب است؟ خیرتی است؟ هوا هم گرم است، شما که چتری هم ندارین. خدای نخواسته آفتاب نزنید تانا. والا دیگه گرمی چیکار کنن؟ میشه دیگه گرمی است، آفتاب است. این کارگری دیگه. ژاله فروشی نوبهار. چطور است ژاله؟ میخرم مردم به وجود است که هوا گرم هم است. بس دیگه گرم است، نه تو کاروبار نیست، از این ماشین هم زیاد است، دشار زیاد شده دیگه، هر کس برای خود میشه دیگه مفت از بیکاری. هر کس به اندازه تقدیر قسمت خودش و حق خود میگیره دیگه. بله بله. شما که چطور فروشات در نزدیک ساحه شاه دوشمشیره آمدین، چرا یک جای دیگر انتخاب نکردین؟ دیگه جای خونه میبانه، شاروالی نایه است، کارا نمیبانه، ما را باز هم یک ساعت این جمعه مستاد میشیم، یک ساعت مقصد در گشت هستیم، نمیبانه ما یک جای از دست نایه و چیزو نمیتانیم کاروبار صحیح کنیم، مقصد میشه یک ساعت خدا میربانه از بیکاری و از این چیزا کده، باز هم در این روز خدا گمه کنیم. خداوند در کاروبارتان برکت بیاندازه. گلاس چند سودا میکنند؟ زنده باشی. گلاس تا گلاس هست، گلاس 5 روپه، 10 روپه، 20 روپه، 30 روپه، گلاس هاش فرق میکنه دیگه. یعنی 30 روپه گیام هست؟ بله. کدام تمارا معمولا شما فروش میرسانید؟ فقط چیز شیریس، آلوبالوس، فانتاس،
سه چیزه. اونجا فالوده هم نوشته است. اونم فالوده شیریز. خب فالوده رو شیرین. بله بله. همون رو دیگه شیرین نوشته کنم نو. کامرامن ما ور خطا شد گفته اونجا فالوده نوشته است و شیری از یز کجا شد. نمو فالوده شیریز یگان تا شیر مندازه یگان تا بازاشک هم اندازه در داخلش اون فالوده. شیر که من انداختم چی داشک فالوده انداختم فالوده. سلامت باشین. ما اومدیم امروز به ساحه شاید شمشیره تا اینجا از هموطنهای ما دیدن بکنیم. قربانت زنده و سلامت باشی. تشکر. اگه اشتیا داری که جاله برات بندازیم در خدمت هستیم. سلامت باشین. تشکر. ما هم انشاءالله باز میایم جاله هم میخوریم و شما رو باز هم میبینیم. سلامت باشی. برای ما هم خدمته. سلامت باشی. زنده باشی. تشکر. ما هم اینجا هستیم با هموطنهای ما صحبت هایی میداشته باشیم و همچنان فراموش تا نشه که ما افسانه مسجد و یا ساحه شاه دوشمچیره را برای شما به نمایش میگذاریم. السلام علیکم. و علیکم السلام. مرحبا. صحتت خوب است؟ شکر است. خیرت خیرتی است؟ بخی خیرت گرد. سر حال هستی؟ بخیر باشی. هوا که گرم است، خدا رو شکر چتری داره. بخی میگم در سایه هستیم، شکر از امنیت هستیم، در فضا هستیم بخی دیگه. در فضا هستیم. از فضا نفتن یک بار. بخی دیگه به حساب اچی یعنی دلشاد هستیم دیگه. سر سبزی هست، پامیدیم. جمعنا چیزا از بیخی دیگه دل ما تب خوش است دیگه. خدا رو شکر که دلتان تب خوش است. چی به فروش میرسونین اینجا؟ اینجا دمی لیلامی هست، دمی کراچی، دمی همی کراچی هست خودت هست؟ چندی سودو میکنین اینجا؟ دانی سی جوره پینجا. دانی سی جوره پینجا؟ اینه در جوره دیگه ده افغانی تخفیف میه؟ آه ده افغانی تخفیف میه بله. ده افغانی چه قدر میشه این کار رو شما خود کنید؟ چند سال میشه که اینجا کار میکنید؟ چند سال مثلا؟ یک دو سه سال میشه کار میکنید. دو سه سال تحصیل کردین؟ مکتب خوندین؟ بله تا سن چهار خوندیم دیگه، دوران قرضه بود دیگه، دیگه درس ما یاد نمیشد، بازیلا کردیم دمی شهر کابل آمدیم دیگه. نال تامیال تامی اندازه دیگه چی میکنیم؟ میچلیم دیگه، صبح میایم شب میریم دیگه، دمی کار آمد هستیم دیگه. شکر است. یعنی نظر به مشکلات که درس یاد نمیگرفتی مکتب ایلا کردی یا ای که؟ آه خب درس می مشکل تکلیف یکی بود دیگه، یادم نمیشد دیگه. باز از خاطر از امو ایلا کردم درس دیگه شد دشار آمدیم. ای چطور درس بوده که تو یاد نگرفتی؟ با بخاطرش تو مکتب ترک کردی؟ مغز از دیگه، مغز از یکان تا یاد میگیره که ایش دیگه دمیران میره یاد میگیره. یگان تا بیگی دیگه کلش باز نمیشه. تو دارا نمیرفتی، یاد نمیگرفتی، میشتی یک جا یاد میگرفتی؟ دیگه نشد دیگه، اگه وقت ما هم کوشش نکردم پامیدی. چرا کوشش نکردی؟ دلیلش چی بود که کوشش نکردی؟ خب زمینه مساعد، درس هر چیز مساعد بود دیگه. خب من خودم نخواستم که پامیدی درس بخوانم، تعلیم بخوانم که یک جای خدا برسانم اندیم خوب شدم. خب یعنی که نشد دیگه؟ نشد دیگه، قسمت و نصیب نبود دیگه. ما خود یک جای میرساندیم پامیدی، خب نشد دیگه، قسمت و نصیب نبود. این کرا چی دوستان است یا مربوط خودتان میشه؟ از ما اندوال ماست، مربوط از ما میشه. خب این یک دوش مربوط خودتان است دیگه. بله. چطور از فروشات مردم بیروبار؟ با شکر از فضل خدا است، بس چیزی که خدا خداوند هم چی ما نوشته کده باشه دیگه، کم و زیاد نمیشه دیگه. بیشک. سلامت باشین. ما هم آمدیم امروز به ساحه شاید شمشیره تا هموطنهای ما رو در اینجا ببینیم و خواستم امروز خودتان رو من نزدیک ببینیم. خوش شدیم از صحبت کردن با شما. خوش باشین. زنده باشی، همیشه خوش باشی. چی نان ما سلامت. نخوردی، چی خدمت، تشکر. زنده باشین. خیر ببینیم براتان. یک جهان سپاس. از تو یک جهان سپاس. زنده باشین. قربانتان. قربان. خدا حافظتان. خدا حافظتان. زنده باشین. تشکر. باش کمی امیر بازو مستطل کسافت برتن همینجا اگر پیدا کردین. بیننده های عزیز، ما هم در ساحه شاید دوشمچیره هستیم و اینجا امروی هم وطنهای ما صحبت هایی می داشته باشیم و امروی هم صحبت هم می کنیم.
رو ما باشید تا پایین این برنامه و همچنان تاریخچه مسجد و ساحه شهید شمشیره را فراموش نکنید. های عزیز، هوا گرم است و ما هم در نزدیک مسجد شاه دوشمشیره هستیم. آمدیم به یک جای بسیار متخاص، اینجا بولانی و دوغ و فروش میرسانان و هوا هم که خیلی گرم است. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیر خیرت. دوغ پیاله چند است؟ پیاله داره بالا. یاله داره پا؟ بولونی هم دارین یا یک تنها دوغ است؟ بولونی هم از پنیر هم از داره. بولونی پنیر پگی هم از دارپگی هم است. بولونی چی است؟ کچولو هم از گندنه. کچولو گندنه. چطور است وقت فکر کنم خوب سیزن دوغ است دیگه؟ والا خوب است دیگه، نمی وقت شست دیگه، دیگه وقت کار از این نمیشه. دوغ چی است؟ دوغ جگی است؟ چکه است؟ ماس است؟ ماس است، این از ماس. دوغ ماس است و ماس های کجا هسته ای؟ این ماس از جنگلک میاره برای من. از جنگلک؟ کودری خو نخواه بود؟ نه، خالص است. خالص است. خب ما هم آمدیم، هوا گرم است و فصل هم فصل دوغ است، دوغ سرد. البته سرد یه خدا را دیگه. خب صحیح. ما نان و چاشت هم نخوردیم، نان و چاشت هم رو از میلالا هستیم اینجا، نان و چاشت هم میخوریم و بعدش هم برنامه ادامه داره، ما هم برنامه خود ادامه میدیم. خب دو گلاس دوغ با ما پردین، یک گلاس هم به کامرامین عزیزم با فردا جان و یک گلاس هم به خودم. همی چی بود کن دختین در بینش؟ بادرنگ. تنها بادرنگ است؟ آه، ماست. ماست. در این هوای گرم و این دوغ سرد و بولانی گرم کچالو و گندنه، سلامت تم دوغ میبینیم. چی خوش تم، چی مزه دار. چطور است فروشا؟ خوب است آقا جان. حالا گرمیستم، دوغ کارش خوب است. دوغ کارش خوب است. روزانه چند کیلو ماست شما دوغ جور میکنید با فروش میرسونید؟ روز یک 200 تا 300 تا میشه برابری است دیگه. 200 تا 300 تا. چند کیلویی است همین سطل؟ یاد دیگه یک سیر است. 7 کیلو. 7 کیلو. روزانه 300 تا ازی چقدر برای شما مفاد میمونه این 300 تا؟ دیگه دیگه حساب نگنید دیگه، نمیشه بولونی و دوغ قلش دیگه یک کیسه دیگه حساب ازی دیگه پیش خلیفه ماست. خب پیش خلیفه دان است. چند نفر شریک هستن اینجا؟ شریک نیستیم دیگه، یک خلیفه است دیگه، دو تا شاگرد هست. یک خلیفه و دو شاگرد. آه. ها ما هم دوغ بولونی را میخوریم، میریم پیش از این خلیفه. السلام علیکم. سلام علیکم. الله جان خوب هستین؟ بخیر هستین. صحتتون خوب است؟ شکر، بخیر باشید. شما بولونی دیگه، بخش بولونی دیگه خودتون هستین؟ آه. خب بولونی چی است؟ آماده میکنون فعلا؟ بولونی گندنه هم هست، کچولو هم هست فعلا. زیاد روغنی خو نیست؟ نه دیگه، وقت زیاد روغنی هم نیست. یک نفر میاد میگه من فشار دارم یا چربی خون دارم، برام یک بار بولونی به روغن پخته کن. میدون پخته کن؟ نه والا، به روغن خونه میشه، کل بولونی خود روغن پخته میشه. میگیشه برو خانه دیگه، در خانه پرجانیت بخور. آه دیگه خواهی جانه میشه، بولونی در روغن پخته میشه. به روغن کشه و ما هم خوش هستیم که روغن کم مصرف شد. روغن کم مصرف شد. بیرو خطام میفهمی که روغن زیاد چی داره؟ نقص داره. نقص داره و ضرر داره. این هم بطاقه ما در مورد ازرار و روغن هم میفهمن و خدا رو شکر اما حفظ صحه خدا مراعت میکنن و همچنان بخش نظافتش که ما میبینیم خدا رو شکر خیلی مراعت میکنن و یک نفر بولانی پز دارن. امروی از اون چند کلمه گپ میزنیم اونا رو میبینیم. السلام علیکم. علیکم. استاد خوب هستین؟ شکر خوب هستین. صحتتان خوب است؟ شکر. خیرتیست؟ خلیفه خودتان هستین دیگه اینجا؟ آه تو فهمیدی خلیفه خودشان است. شما در بخش بولونی پزی هستین؟ آه.
فکر کنم شاگردایت خیلی دوغداری اونار نزدیک روغن نمیمونی خودتون رو می خطر به گردن گرفته. آ یاد گاورگی اور کاری میکنه و دوغ میته دیگه خودم پر میکنه. خودتون پر کاری میکنه. چطور از فروشات بولونی؟ خوب است دیگه. هوا گرم شده کم شده فروشات دیگه. هوا گرم شده اما فروشات دوغ دیگه فکر کنم از بولونی که خوبتر است. آ دوغ خوبتر است از بولونی که. کدام بولونی ده بیشتر انواتون مو خوش دارن گندنه یا ای که بولونی کچالو؟ نه کچالو دار خوش داره. کچالو بیشتر میگیره. کچالو زیاد میگیره گندنه کم. کچالو زیاد میگیرن و گندنه هم کم. ما هم تای بولونی کچالو را میگیریم، ما میبینیم طعمشه و چاشت ما میجه امروی از اونا هستیم. بعدش هم برنامه ما ادامه داره و ما هم به طرف مسجد شاید دوشمشیره میریم و ساحه شاید دوشمشیره را برای شما معرفی میکنیم. تا پایان برنامه با ما باشید. تشکر از شما. قابلش نداری جان. سلامت. ما هم نزدیک مسجد و زیارتگاه شاه دوشمشیره میشیم. از سرک به احتیاط میگذریم تا موتر ما نزنه. همچنان در هنگام عبور از جاده ها و دو طرف جاده ها ببینین و تا کدام حادثه رخ نده. همینجا کاکا نشسته در سایه، میخوام برایشان حرف بزنیم و نظریات و شانه در مورد مسجد شاید دوشمشیره و کاروبارشان با هم بشنیم. السلام علیکم. آجی خوب هستین؟ زدتان خوب است؟ شکر. خیر خیرت؟ بزر خدا. چی سودا میکنون که کایی جا؟ یه نمیمو تصویه بوده بلای نمی چیزا دیگه. چطور از فروشات؟ فروشات مطر نیست دیگه. تا بگاه بشینیم یک دیتا تصویه سودا کنیم میره پایسی خرچه بکنیم. سلام علیکم. خدمت شما. سلام کاکا جان، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ اینه میکاره دیگه کار خوب بار نیست دیگه، درمانستان چیزی نمانده. چه خواهق میشه کاکا دیگه کار مصروف هسته؟ اینه شد یک دست 13 سال شد. 13 سال میشه میجه هستین؟ آه میگه بودیم دانه ماجه چینی دشته ماجه یافتر شده من منطقه کلان شده. کاکا امی سوهر میگه به نام مسجد شاه دوشمشیره میگه این زیارت چه زمان ماجدش امی سوهر کلش که به این نام یاد میشه ماجد دوشه امیر چرا به این نام یاد میکنن؟ امیر چرا به این نام یاد میکنن؟ به این نام هست چیزی که نامش هست امیر خفصانه شه و مقصه شه بر ما بگو این تاریخ چیش برو بخون از دیدگاه و نظر خودتان چیز؟ با نظر خود ما خودگاه چیزی که آورده و یا که ولی خداست. ولیای خدا هستم. یارو کسی گفته نمیتونه. اشتادی که چیزی بگویم بسیار در گناه میشود. خودت برو بجه بخون تاریخش رو بخون بازی. داخل اجازه میته؟ آه. تم داخل اجازه میته بریم ببینیم؟ آه برو چی میگیتی؟ ایت گم نمیدن از خاری هستم. این اکمامت خاری شد. سلامت کاکا. خوش باشه. ما هم بریم زیارت و شاید دوشمشیره نزدیک ببینیم. ما افسانه‌ش رو بخونیم که اونجا برو سعی کو تاریخ شه همه گشه بگی بدن. سلامت کاکا. زنده باشین. ما هم میریم به طرف زیارت شاه دوشمشیره.
آمدیم به داخل زیارت شاه دوشمشیره یا آرامگاه شاه دوشمشیره که مشهور به لیث صفاری هست، اولین کسی که به سرلشکری اونها دین اسلام در سرزمین خاورمیانه و افغانستان و پخش و نشر سپاریده شد. اینجا هم هموطنهای ما مصروف و کار هستن و میخواییم نظریاتشان در مورد این زیارت و کارهایشان بپرسیم. السلام علیکم. خوب هستین ستان؟ جناب استاد خوب هستین؟ شکر خداوند. ستان خوب است؟ مصروف چی کار هستین استاد؟ ما مصروف از این هستیم که یک دو سه روز میشه که همین مبارک یک آیت الکرسی شریف خطاطی داریم روی سنگ. و چند سال پیش که خطاطی شده بود رنگ ایناش خراب شده بود کمی. با گذشت زمان رنگایش از بین از بین رفته بود. خواستیم دوباره یک نوسازی شیم، یک ستره، یک چیز ستره تر شد. چند روز میشه گفتین کار میکنیم؟ دو سه روز میشه که سناسر روی خط کار میکنیم. دیگر کارهای دیگر رنگ مالی شده رو خدای دیگر کار میکنیم. ما فقط خطش کار میکنیم و داخل هم بعض جایش میناتوریش خراب شد، اونا رو انشالله اسلام میسازیم. خب باز میریم انشالله میناتوریای داخل هم میبینیم. ما امروز آمدیم به آرامگاه شاه دوشمشیره ولی و تا اینجا بپرسیم و که ببینیم که تاریخچه ازی یا افسانه ازی چی هست و اینجا خدا رو شکر که شما هم هستین و مصروف خطاطی هستین. چقدر شنوشته کردین؟ تمام شده یا مانده؟ فقط از او بسم الله الرحمن الرحیم تا اینجا تمام شده. چون یک جای بلند هم هست نشد که خوازه بزنیم، جای خوازه نبود. با میزینه کار میکنیم دیگه که کار هنر هستی، کار برس رنگمالی نیست که زود شود. باید با دقت موزیر زبرش آیه قرآن هست، باید چیز سطراته رو دقیق تر میشه، منظم تر باید نیشه. خودتون استاد خطاطی هستید؟ بله، خودم در بخش هنر خطاطی و نقاشی کار میکنم. مرا شو وقت شاگرد میگیرن بخیر که از ما خطم یک ذره خط یاد بگیرن. ما در خدمت هستیم. خط بهترین چیز است. خط نماینده شخصیت عالی هر انسان است. یعنی کسی که خطش زیبا باشه نماینده شخصیت عالی هر انسان رو میکنه و هر انسان باید در خط خود کوشش کنه. گرچه کل دنیای تکنولوژی شده و کسای قدر روی خط توجه ندارن، ولی خط بهترین چیز است. الخط مستقل باید شما در روی خط خیلی کوشش کنید. ایرا کارش تمام کردی یا هنوز کار زیر شروع نکرده؟ اینا صدا رنگ کرده، نه کار اونا تمام است، یک پایینش رنگ شده، یکان کارهای دیزاین کاری و طلایی کاریش میشه. نوشتاش دوباره کاری خونه میکنه، رنگ آمیزی خونه میکنه؟ رنگ آمیزی اگان کارهایی که میناتوری باشه، اگان کارهای ظریف کاریش باشه استاد انجام میده. فقط روی خطشو و بعض جایی که کلمه شریف است، اون تابلوها که رنگش خراب شده اونا رو دوباره تازه کاری میکنیم. شیشه مایع داشته اینا رو تمامش باید دوباره نو بسازیم. مدت 3 روز میشه گفتم اینجا فعالیت دارین. چقدر کارش تمام شده در حدود؟ کارا دیگه استادا خیلی وقت است اینا کار میگه که دو هفته میشه. ما فقط به خاطر سر به خاطر خطش اومدیم 3-4 روز شده. خودتون اینجا جدید اومدین یا از قبل هم اینجا مصروف کار بودین؟ نه، ایره یک شخص دوست خداست به نام عبدالغفار داوی، اونا ما امرشون کار میکنیم با استادم میگه پولیش اونا مصارفش میته با سونا ادای دادن رو که ما به اینجا کار رنگ مالی و هنر خطاطی اون نقاشی شده بشه. خودتون قبل اینجا کار کردین؟ نه، بار اول هم است. خب بار اول تون است. بار اول است. رئیس ما به ما ادای دادن که برین شما اینجا کار کنین و دوباره می کلیما رو تازه کنین که یک چیز نوآوری و چیز سطر تر شد. موفق باشین استاد جان. سلامت باشین. ما هم اومدیم که زیارت از نزدیک ببینیم و شما مصروف کار بودین. مالا خدمت خدا سلامت. ما هم میریم زیارت از نزدیک میبینیم و همراه کسی که اونجا هست یا منجاور هستن ما هستن شما میتونن از اونم بعض معلومات ها را بگیرین. دیگه دوستام هستن، دیگه ان شاء الله است. ما هم در خدمت هستیم. سلامت باشین. عزیز با استادایی که در اینجا کار میکردن و این آرامگاه را ترمیم میکردن و جور میکردن همراهشون صحبت کردیم. حالا میریم خود مقبره حضرت لیث بن قیس صفاری را از نزدیک میبینیم. السلام علیکم.
سلام. کاکا خسته نباشین. ستان خوب است. خیرتی است. شکر فضل. خوب جور هستین. زنده باشین. ما امروز آمدیم به ساحه شاه دوشمشیری شهر کابل. بله. تا اصل داستان یا قصه شاه دوشمشیری را بفهمیم و برای بیننده‌های ما معرفی بکنیم که چه کسی بود و با چه فداکاری های به شهر کابل آمد و چرا اینجا یا این مکان به نام او مسما شد. بله سلام علیکم، من اسمم میرویز است، مدت 15 سال میشه در مسجد شاه شمشیر ولی تعبیردار هستم. این لیث ابن قیس در زمان خلافت حضرت عثمان صاحب رضی الله تعالی عنه به جهاد آمد در افغانستان، در جهاد با جهاد که آمد افغانستان وقت چی نبود، بدایی ها بود، اسلامی نبود، این اصلا اثری از دین اسلام در اینجا وجود نداشت. بله بله هیچ نداشت نی. بعد از او با جهاد که آمد اینجا جنگ در داد، جنگ که در داد با امیجا سنگار ماند، مجد هم که هست به نام میابد میشه به نام شاد شمشیر، که کیدو شمشیر جنگ کرده جهاد، کیدو شمشیر کفر مزد. این مسجد هم که هست به نام مستک، چرا این مسجد به نام از او سک، نماز میخوند، نماز خان سنگار مانده موجه، این یک سنگار ماند، نماز خاند، با این امیج به نامش ماندهش مسجد. با این لیث ابن قیس که امیج جهاد شروع کرد، از شاشهید پاچایی جا رسید که به وجود سر بیتن آمد، سر وجود افتید که تنیش جنگ کده ایجا آمد، ده ایجا که آمد یک زن بدایی داد دیدش گفتین سر بیتنه جنگ میکنه، همیجا یفتید. با تا عبدالرحمن صاحب ابن عشق از غزنی آمد، لیث ابن قیس پیدا کرد، همیجا دفلش کرد. با عبدالرحمن صاحب هم به شهادت که رسید، با عبدالرحمن صاحب همیجا بودن دفل کردن، ایجا دو دانه هستک. ای بچ به نام چی خواد شاد شمشیر من که دو شمشیر جنگ کرد، ای اسلام ایجا آورده است، دین اسلام ایجا چی کرد، به اسلام مردم دعوت کرد، خاطر می ایشی به شهادت رسید که جان عرب از آلی خواهد بایان. نواسی کاکای پیغمبر علیه السلام است که به نواسی حضرت عباس صاحب رضی الله تعالی عنه، حضرت عباس صاحب کاکای پیغمبر علیه السلام بود. بیشک بیننده های عزیز حالا فهمیدن که ساحه شاه دوشمشیره شهر کابل با نام حضرت لیث بن قیس صفاری نواسی حضرت عباس سر کاکای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و لشکرکشی از آنها به سرزمین افغانستان و پیاده کردن و روشنان ساختن دین اسلام در این سرزمین بوده. ما هم میریم مقبره هایش از نزدیک میبینیم و کاکا همراه ما هست و دربارش معلومات میده. بله. بفرمایید کاکا. بله. دو مقبره ای که گفته بودن خودتان، حضرت لیث بن قیس صفاری و حضرت عبدالرحمن، کدامش از اونا هستن و کدامش اینا دو زمان کس خونه بود؟ ای خود در خلافت حضرت عثمان صاحب کی بود که بشناخته شد که مثال لیث بن قیس کیست؟ شاید عبدالرحمن صاحب بایی هست؟ یعنی دقیقا مشخص نیست که مقبره صحابی گرامی کدامی که زمان نیست. نی. با این مادر امان الله خان بلند کردی، اما امان الله خان که آمد پاچایی اگره با این سرک تیر میکرد، با سرک تیر میکرد با این گزبانده بلدوزرا میده شد، این کلش قبرستان بوده، کلش شهید. ما که امتشنوار هم جور کردیم دوار مسجد شش تا قبر برآمد چند سال پیش. بعد از او با مادر امان الله خان گرفت مسجد آباد کرد، با امان الله خان مادرش هم زیارت هم آباد کرد، بلندش کرد سرک. او اگر باشه تمیم صاحب انصار سعی کرد و شهدای صالحین زبید انصار قدایش قد دراز بودن، یا قدایش هم دراز دراز بوده است، خیلی نسب قدی در پیاده رو مدیار رو با بلند کرد امان الله خان. یعنی به مخاطر قبرهای از اونها نسبتا کوتاه‌تر و خورتر بله. در اصل دراز بوده و قدرهای از اونها و به خاطر از اینکه پیاده رو بوده و مردم عبور مرور میکردن قبرهای از اونها رو کوتاه کردن. بله بله. یعنی قبرشون اون فیلم نه پیاده رو هست؟ شاید هم پاهایشون باشد. آها این اعتبار داره که چرا سرشون این طرف ها کلیشون گردن شد، کلیشون در شاشه، کلیش از شاشه اید پاچه هست از این خواه از دش کلی خود لیث بن قیس. بله همی تو هست اکن دراز هست. یعنی ساحه شاه شهید کابل تاریخ چیش از اون زمان شروع شده؟ بله بله. یعنی که حضرت لیث بن قیس صفاری سر از اونها دو اونجا به شهادت رسید، بله. سرشون در اونجا قطع شده و
بالاخره جنگ کرده و جنگ کرده بدون سر تا آخر سر به تنه جنگ کرده. بله چقدر وقت میشه شما این روایت میشنوین و دوباره شروع دید؟ 15 سال میشه که در مسجد هستیم. ما در 15 سال شروع دیم باز پرسان کردیم به سفیدات تا آبادات پرسان کردیم. آبادات پیش ما میاد کلگی میاد پیش ما حالی خود از شادیه که جدی تو آمده باش خدا رسیده خدا اگری صحابی می صحابی هم تابینه صحابی چرا که پیغمبر علی سلام کس نشه این ست اگر صحابی می بود در دوران حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله این در خلافت حضرت موسی خلیفه سیوم استان بود که یوم بعد خودش رسیده دقیقاً. و دینجا چرا میخوره کوکا کردن میخوره هم طبقه اوناس میکنه این فایده نداره. آدم هر چی میکنه از الله میکنه دعا میکنه به الله میکنه من تو بیا دعا میکنه میگه سه پیر قلوالا را الحمدلله را بخون یا ختم دعا کو بروایش اینا را ما را روزی میده پروردگار میده هر چه کنه الله میکنه ما شما به شک. یعنی کوبیدن این میخا در این قسمت دروازه نه دقیقاً کوبیدن این میخا به این قسمت دروازه و به قسمت پایین یا چوکات دروازه نه کدام اساسی در دین اسلام داره و نه کدام بنیاد دارن. البته بدعت هم هست و گناه خیلی بیشتر داره. ولی اینی بی مچکه دیر اینی گناست به صاحب شریعت گناست. ما چرا ما امار الله پیدا کرده است بشک ما از الله چی میکنیم چرا سعی کتو که خداوند ما را پیدا کرده روزی امیده این هم یک بند درست از این اعترام از این قویز چرا تابعین هست به شهادت رسیده این نواسی حضرت کاکای پیغمبر صلی اللہ علیه و آله است بزرگا که احترام کنی بیای دعا کنی ما هم باید عبرت بگیریم ما هم دوست امریکی را ما هم میریم دردش دقیقاً. ما هم وقتی که اینجا میاین فقط دعای خیر بکنن اینه کمک خواستن از اینها کار خوبی نیست و در اسلام هم هیچ بنیادی نداره فقط دعا کردن بر از اینها چون زحمات از اینها بوده و جهاد اینها بوده که دین اسلام به ما شما رسیده و ما هم خدا را شکر که مسلمان هستیم و از این دین بهره داریم. اگر ما و شما مسلمان نمی بودیم یا در یک دین دیگری می بودیم هیچ گزینه ای در مقابل الله متعال نمی داشتیم بازم هیچ بودیم. اما خدا رو شکر که مسلمان هستیم و کلمه می خوانیم و در سرزمین اسلام هستیم و کوبیدن این میخ‌ها با چوکات دروازه و همچنان طلب کمک دعا یا طلب کمک خواستن از اینها اصلا بنیاد در دین اسلام نداره و خوبم نیست. تشکر کاکا سلامت باشید جان جون. تشکر از شما که در اینجا اومدی زنده باشین بسیار تلویزیون می آخین زنده باشین بایدای دای مزیارت کرد از خارج داخل می آید از خود ما شده بین از شوروی آمد از امریکا از کل مملکت ها می آید این چیزی ما هم خصوصا به این مسجد ما هم مدیون سپاس و فداکاری های از اینها هستیم چون زحمات از اینها لشکرکشی از اینها بوده که ما هم شکر مسلمان هستیم و امروز هم کلمه می خوانیم و زیر بیرق اسلام هستیم. اگر ها نمی آمدن و لشکرکشی نمی کردن و دین اسلام رو به اینجا نمی آوردن ما هم امروز شاید یکی از آتش پرست ها و بت پرست هایی که 5000 سال پیش یا 3000 سال پیش در افغانستان بودن ما هم شاید از جمله از اونها می بودیم. بله بله خداوند شما رو توفیق بده سلامت باشید. تشکر بیننده های عزیز این بود زیارتگاه حضرت لیث بن قیس صفاری نواسه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه و قسمی که در تصویر میبینین اینجا زیارتگاهش هست و همچنان مسجدی که بیشتر از هموطنان ما در شهر کابل و ولایات افغانستان میشناسند اونجا مسجد به این نام است. در اصل مقبره اینجا هست و قسمی که در تصویر میبینین اون مسجد است. اینجا زیارتگاهش هست و اونم مسجد به نام شاه دوشمشیره یا حضرت لیث بن قیس صفاری هست. های عزیز در ساحه شاه دوشمشیره در نزدیک مسجد و زیارت
حضرت لیث بن قیس صفاری، هموطنای ما آمدن از این جای تاریخی، از این مکان تاریخی دیدن بکنن. میخوایم نظریاتشون با خود داشته باشیم و همراهشون صحبت داشته باشیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. رو رخی شکر دیر کراری ده جوانده و سه ایشب تو که؟ الحمدلله شکر خیلی و سید خدا جوانده و سه خیر و سه سنگ را ایل کابل تا و کم ولایت نا رغلی است تاسو ولا رو را بسم الله الرحمن الرحیم زر رغلیم و رو را لغمان شرم رغلیم و لسوالی الینگار دا و دره کلمان وی غره لغره دیر خسته زیاده ماشه لغم دیر خسته زیاده و چه ما در زرم که دیر زمان ارمان پاتی دا چه کابل کنن خسته خسته زمان ما دلی دیر نو چې دا قبول شي مزه زموږ ډیر خوشاله خوشاله ډیر خسته زده ماشاءالله نام خدای ډیر خسته زده زړه مې ډیر خوشاله ده کابل دی ولیدا والله و مې ډیر خوشاله مالا د څه خوشاله مخنه زموږ چهره چې کاش کې دا تیر شي عمر دا قبول کې تیر کړی وای ها خیر اوسه د افغانستان ګډ ګډ ځایونه هر یو ځای د افغانستان ډیر خسته ده ماشاءالله ډیر خسته د افغانستان خلک خسته دي د دوی فرهنګ خسته دي د دوی ځایونه خسته دي خدا چې ته نو را کابل تر غلې څنګه کابل دا زاینه دی ولید څنګه دی شاید شمشیره دی پیدا کړ والله ډیر خسته زیاده ډیر څومره سبد کوم بیا تعریف تمره تعریف کوم بیا والله کم ده والله نام خدای د سه ځوانان خسته دی خلک خسته دی اخلاق لري نی والله نام خدای ډیر وضعیت خسته وضعیت ده نام خدای مننه ته څنګه تم نو د سر راغلی کچا کړتا مون پاکستان راغلی وز کړم ماجرین وسره وستلی باغ بابر ته باغ بابر نو سال تم چکر وهله بهتر آلو باغ بش پورم لاړو بهتر آلو دلته که باغ وژ دیم ولیدا او باغ بشم نوم دی که باغ بابر د لاړه باغ بابر څنګه ځایو خسته وو کنه ډیر زبردست ځایو التم چکر وهله غزان به لاړو باغ بش دغه براته وې چې پاکستان راله سمره خوشاله او په زړه کې د دې خبره لا تر اوسه کړای چې کاش کې زو وختي خپل وطن یا خپل هواد یا خپل ټاټوب ته راغلا وای او وروره دا خو د خوري مخ کې موبایل دلته زمونږ ډیر زړو لګي د ډیر یخ موسم دی دلته خو ګرمي می او دلته ګرمي نه دی خټ زبردست موسم دی دلته خوشاله وي اوس دا هوا ګرم نه ده نه دلته ګرم نه دی دا خو موږ لپاره ډیر ګرم ده نه ډیر یخ دی ډیر زبردست زیاده مو خوشاله یو پکې موږ وایو چې بالکل هم دغه مرګ او سیدل و هم دلته به تاسو د افغانستان نام خدای د افغانستان هر یو قوم ځانته د لکه د یو باغ ګلونه ځانته لري یو مثال لري تاسو د کوم قوم په افغانستان کې ستئ قوم کې وروره مونږه پښی وایو او پښی کې به قوم کې به صافي مونږ یو صافي قوم کې صافي یو د پښی په ژبه باندې موږ سره د یو خایسته کلام شعر کلری موږ ته وایي چې موږ پښی زده کړو ولا نه یو نه یو ولا خیر ده تاسو دسی یو کار وکي چې خپل خپل منس کې دسی لګ پښی وغه گیګي او زه به تاسو ته وګورم پس لاغنه یو کس به تبه درته ترجمه کوي سیده نه او سیده پښی باندې خپلګه خو دې خبره راته معنا کوي سیده تاسو دوړه سیده امت په مونې ته ور دره دی ته په وای شي چې وینځل یې په مونته دی غوړی نه چې مونږ نن بیرته دی غي مون دا چی شو ول دی ول چې مونږ لاړ چې هغه بس هغه هغه چې لګې دی دی الته لاړ چې الته وای چکر وو بیا وای کته راش دا په شي جبه مونږ او دا په شي جبه ته به دې ته ځواب وای ولا په مون مرم نماز ته کوو نماز کومه نماز دې بوځونه هېڅ چکر نه مونږ دې وکړه غي ما دې ته ویل چې را چې او موږ زه پوښم چې مونږ به وکړو پس لغینه به ارته لاړ شو د چکر به وو بیرته بلا باندې شو هم دم سیمې هم دسی ویلې والا بین ده عزیز فکر کوم 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 تم پشایي یاد نگرفتم البته از کلمه نماز فهمیدم که میگن که نماز بخونم بعد از هیچ چکر میرم گرچه من پشایي یاد ندارم خیر است مننه مننه یو جهان مننه دا کوتره ته دانی واشه ولا کنه والا او سبز مطابق واشه ولا سبا والا ښه او والا بس الله دربار کې قبول منظور کیونو ښه نور د افغانستان د کوم ځای پاتې دي چې هغه تلار سي چکر وه والا بس خلک تر اوسه دي چکرونه نه شروع سوال والا اوس شروع کړم نه توکل بلانو کړه موس دلته د لغمان کې لغمان شریف کې د سبا اوس هم لغمان کې لغمان کې کارغي ولسوالي کې وای کنه حالت اوسې ښه د لغمان شریف ته ولا لغمان شریف وای والا خلک خلک شریف دي نو سیاغه نه جنجال منجان نه خلق شریف دی یعنی لغمان شریف چې خلق جنجال کې هم دي شریف او لګه شریف موږ ته شي دې غلي سړی کنه چا سره لانجه ماجنه کې شریف غته وایي کنه جنګ کې به خره پورې نه پری دي ښه
کنه تا خو مخکې وویل چې د کابل خلک هم نام خدا ځوانان ښه ځوانان او آرامه خلک د میلمه قدر او عزت کوي. خدای به م شریف راځي داسې فکر وکړو چې افغانستان هر یو ځای شریف ده. نو والله خبره هو صحیح ده چې لغمان شریف کابل شریف بعد او داسې نهږي چې کندهار شریف لوګر شریف نهږي که نه لکه دواړه لکه خور ورونه داسې جوړېږي چې ټول د شریفان پر واجی سره ټول د شریفان پر پد ولا د سیاګنن بس هغه وای وای ک دغه ورور وای چې د افغانستان په غوند ولایتونو کې تاول چې لغمان شریف هغه وای ک شریف وای کنه وای مزار شریف کسل پیسه وای شریف والله هغه ته احترام لرو کنه هغه مزار شریف دې هغه ته زیارت ته احترام لرو اخ زیارت خدلته هم د حضرت لیث بن قیس سفاری د هغه کسان چې لوملای زل یا اولین زل په افغانستان کې اسلام دین راوسته ماشاءالله همدغه کسو چې دې په برکت د دې په زحمتونو باندې موږ نن او تاسو د اسلام او د کلمې لا اله الا الله محمد رسول الله د بیرغ لاندې یو همدغه کسو د همدې په سرلشکري باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې دین اسلام افغانستان ته ورسېده. اوس تاسو دغه سایه ته درېدلی یاستئ د شاه دوشمشیره په نوم د دې تاریخچه دغسې و چې دوی وایي چې په شاه شهید کې له دې نه دغه ځای نه لږ مخکې اخوا ته هغه ځای ته شاه شهید وایي چې حضرت لیث بن قیس سفاري وایي د هغه سر هلته پرې شو د همغه ځای نه تر دغه ځای پورې د دې سر نه و وایي په دوه لسونو کې دوه دانې تورې وو تر دغه ځای پورې وایي دی جنګ وکړو جهاد یې وکړو دا کفار یې مړ کړه تر څو چې د دې جسد تر دغه ځای مبارک جسد تر دغه ځای پورې ورسېده او آخر هم د دې ته خپل روح د الله تعالی په امر باندې ورکړ او دلته په شهادت ورسېده. اوس چې موږ او تاسو د کابل ته راغلی یاست تاسو د شاه دوشمشیره په نوم دا د همغه کس زیارت او آرامګاه ده. ماشاءالله ډېر ښه ښه خبر دی وکړه معلومات دې راکړو ډېره مننه. خیر سه تاسو نن ډېره مننه. موږ د افغانستان د هر یو ګوټ نه د موږ یوټیوب چینل د انګیزې مثبت په نوم ده او یوټیوب کې ایتوب کیرون خدای یو کی چې تاسو افغانستان هر یو ځای تلارسي او د افغانستان خون خایسته ځایونه وګورئ د افغانستان خایسته او شین ننګهار تلارسي او لوګر تلارسي او دغه کابل لا تروس تاسو خو دوه ځای ته ګرځیدلای استه د کابل لا نور ځایونه پاتې دي لارسي پغمان خو ته د مال طرفه پغمان به وری وګورئ ان شاء الله او ډیر خایسته ځایونه ده او کپغما د ولې د دوه ګاډي کې تیل مصرف کونو نه کابل په یو هفته کې نه خلاصیږي تاسو که کوتي سنګي خواته لاړ سئ کمپنی خواته لاړ سئ سر کوتل خواته لاړ سئ دا بل ولسوالۍ د کابل خواته لاړ سئ تاسو د نور ولایتونو ته چې لاړ سئ انشاءالله اراده م کړی چې ټول ولایتونو کې شره چکر لګو الله په کوم سره انشاءالله دا غځای د پاکستان نه ښه ده ډېر ښه ده پاکستان باندې بلا ولګېده هو یو صاحب نن هغه دا والا نیمای جنت نیمای جنت والا ماشاءالله ست ست چې یو شو کمی دا اول ته سه لکه لکه تندور کې ناسي لکه بور کې چوال اړ دی دا ولې پولتي او والا دا ګرمي دا پاکستان دا اوس دا هوا ماته ډیر ګرم ښکاری والا چې دا ګرم دا نه ماته ګرم ښکاری او تاسو چې د پاکستان نه راغلی یاستئ تاسو وایي چې سیو هوا ده او به شک خپل هواد هوا خلق ډیره بارزښت او ډیره قدرمنه دي هواد خدا سیو نکم هوای بیا ولایتونه خلک ټول انسان ته فن ورکوي او خو ورته هواد هواد مور درجه لري به شک موږ نن رالولو د شاید شمشیره صحیح ته او ډیر خوشاله شو له تاسو لیدونه او تاسو له خبر نه ان شاء الله زبم تاسو سره زوم د کابل هر یو ځای خایسته ځای به موږ تاسو شریک وو مننه سید ان شاء الله دوه ستوګو مننه خیر اوسه مو هم میرم بچکر شما هم با ما باشید باندې څنګه راکته شو له د شاید شمسری صحه ته او د کوتری ته کوتری شو په ډیر وخت راغله نو مو زه راکته شو وی ګوره چکر په وای د وطن د کنه وطن خو خوب شاید زب خپل جرمنی راغله جرمنی ایتلی یورپ می ټول کتل دا امریکا می کتل دا کناډا می کتل دا کنه به څنګه را لتا سو دا نور خلق دا بعض ځوانان دي چې خارج لپاره خپل ځان وژني په لار کې والله په ټوله دنیا کې زګه تقریبا 10 وطن نشته زپا کې ګرځدل نه ما کنه په دې وطن ته چې راشه دا ماشاله یو داس خیاس لري داس
میتاس لري چې بس نشم درته وایي چې دی وطن ته راشي دی ځان ته مطلب خایسته مینا ده محبت ده ټوله دنیا کې زګرز ده جرمنی نه ورسې ایتالیا سویزرلند مطلب ډیر خایسته وطن ده یختم تلم ډیر چکر مې ولی وطن شاند ده شاند مینا محبت خایسته ما په ټوله دنیا کې نه دلل ځکه راځم یو پنځه شپږ میاشتې تیر بیا لار شو بیا پنځه شپږ میاشتې هلته مزدوري وکړو بیا بیرته بیا راشو بیننده های عزیز یه هموطن ما است میگه بیشتری از کشورها را رفتیم و چکر زدیم اما هیچ کدامش به این خانه و کاشانه خود ما نمیرسه چقدر یک انگیزه درست چقدر یک وطن دوستی خوب و چقدر یک وطندار خوب است تا سوسم رو وقت کیگی چه خپل کرم افغانستان تر اولای میره اتکالا میکیگی هشت سال شما کوچتون آوردین به افغانستان زبان فارسی هم بلد هستین؟ کم کم بلد هستم خیلی بگی ما تو ما پشتو میگم تو فارسی جواب بده درست هست؟ صحیح هست چقدر وقت میشه شما به کابل آمدین یا اولین بارتان در کدام چقدر وقت پیش مثلا شما به کابل آمدین؟ تقریبا در این میاشتی که روژه تر اغلب ما در این میاشتی که اختر تران بیر تزمه انشالله زالور میاشته به پروش به اوسم د تاسو کټ لغمان کی او کټه خدلته د خپل یورپ نه راغله دغه د تا دما خبر دی هیر سو ما درته ور چې په پښتو کې سوال کوم ته په فارسی کې راته ځواب وایې هغه هیر دسو امي هیر چې ماسک په پښتو پښتو دی وکړه نو زه خو ما درته ور کنه په پښتو کې سوال کوم او ته په فارسی کې راته ځواب وایې صحیح ده سو ښه خیر لغمان ته من لغمان میرم یعنی شله دو سه روز بعد میرم دو سه روز بعد خو به شما زنګ است چی پیام دارین به خاطر کسایی که میخواین وطن ترک بکنن جوانایی که میرن و در مرزها زحمت میکشن و خود به یک از کشورهایی میرسن که اونجا هم آزادی کامل نداره چی پیام دارن برای جوانای ما پیغام دارم که به زبان پشتو بگن که اونا پیامتون رو دقیق ببینن پیغام خدا لرم چې روز په خپل دست وطن نشته زګر زدل نه ما خلک د وطن چې د خلک چې دی خیاس چې دی مینه چې د پټول دنیا کې سکون پیدا کولای شي پیسې بوند سره وی خاسته گاډای بوند سره وی کاروبار بدیم وی د دلته چرشه د سکون په ټول جهان کې نه پیدا کیږي باید دلته پاتې شي خیر غریبی دا کار نشته خو بیا هم دلته کوم سکون ده په یو ملک نشته یو وطن کې نشته لکه دلته کوم سکون ده زه چالتہ راشم ټینشن ډیر دی مطلب په مینم لري کنه ځان ته مسافر نورالته سخت ده وطن وی وطن به حیثیت مور شاندې وی او وطن سره باید مینه لا ټول غونیان لرو باید وسره وی لرو مننه خیر سه ژوند دې سه ډیر مننه نظرې هموطنای ما را شنیدیم که از کشورهای خارج چکر زدن کشورهای خارج و دوباره داخل افغانستان شدن و پیامشان این بود که لطفا خانه و کاشانه خود را ترک نکنید و خود را مقیم در دیگر کشورها نکنین و هموطن خودتان باشید. بیننده های عزیز قسمی که در تصویر میبینین این ساحه اصلی و آرامگاه حضرت لیث بن قیس صفاری نواسه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه است و در این جایی که میبینین که من استاد هستم معمولا این ساحه به نام شاه دوشمشیره مشهور است قسمی که در لابلای گزارش دیدین آرامگاه اونجا هست و ساحه مشهور به نام شاه دوشمشیره اینجا هست و در لابلای گزارش دیدیم که از جمله کسانی بودند که با کمک و زحمات اونها دین اسلام به سرزمین ما و شما افغانستان رسید و ما هم خدا را شکر امروز پاس زحمات اونها است که ما هم مسلمان هستیم و همچنان در اینجا کفترهای خیلی زیاد هست که در جوار این مسجد به پرواز هستن و اینجا میشینن و پرواز میکنن و هموطنهای ما بیشتر به خاطر تصویربرداری و عکس گیری به اینجا میاین و از اینجا تصویر میگیرن ما هم اینجا هموطنهای ما هستن که دانه ها به خاطر این کفترها یا این پرنده ها به فروش میرسانن و هر کس میاد از اینجا دانه خریداری میکنه و برای این کفترها میاندازن ما و شما هم میریم
برای اینا کمی دانه می اندازیم و با پایان این کار گزارش خود را به پایان می رسانیم. شما را هم به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپاریم. Thank you.